بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که شغلی دارن مهم اینه که اون شاغل معرفت به شغل خودش پیدا کنه. شما جمعی که اینجا تشریف دارید خودتون عمق عظمت شغلتون را اونچنان که باید و شاید توجه کنید. معرفت هر امری سه رکن داره. اگر بخواهد اون معرفت کامل بشه، یکی نظر به خود اون امر، یکی نظر به اصل اون امر، یکی هم نظر به فرع و ثمر اون امر. شغل شما باید دید چه شغلید، اصل این شغل چیست و ما یترتب علی هذا الشغل و العمل چیست. اما کار شما اضافه مغیره به نفس، اضافه مضاف، کسب حیثیت می کند از مضاف الیه و به همین ملاکه که اضافه نکره را معرفه می کند. اگر مضاف الیه درجه عظمتش محدود نباشه، قهرن به حکم برهان به مضاف اثر میکنه. شماها معلم حجید، این کلمه ساده ای نیست. ما اونچه امروز میگیم بعد برید چندین شبانه روز روی این مطالب مطالعه کنید تا اهمیت کار خودتون را بدانید و وقتی دانستی دو مطلب روشن میشه. یکی مسئولیت چقدر سنگینه و یکی اجر چقدر عظیمه. شماها مرشد جمعی هستید که اون جمع مهاجرند الالله و الی رسوله، حجاجی که از خانه بیرون میان، اینها میشن مهاجرین، هجرت میکنن. به چه هجرت میکنن؟ الالله که مکه است، الرسول که مدینه است. قهرن شماها
علمدار فوج مهاجرینی الالله و رسوله. این کار کاری عظیم، لا یدرک عمق عظمت این کار. وقتی ما می توانیم بفهمیم امر را که بدانیم مکه چیه، مدینه چیه، اونجا به که اضافه داره، اینجا به که مضافه. اما اونجا اون کعبه‌ای که شماها مرشد حجاج اون بیتید، اون کعبه‌ایست که جعله سبحانه للإسلام علما وللعائدین حرما، فرض حجه و اوجب حقه و کتب علیکم بفاضته فقال ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این کلمات لرزه بر عقل می اندازه. واختار من خلقه سماعا اجابوا دعوته و صدقوا کلمته و قفوا مواقف انبیائه. اونجا همچه جاییست، وظیفه سنگین شما تعلیم احکام این بیت. وقتی زراره استفتا کرد در حج 40 سال مثل زراره ابن اعین، زراره از ارکان دینه، اوتاد الارض 4، زراره محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه، ابو بسیر، لیس المرادی. زراره صدر این جمع 40 سال استفتا کرد. بعد تعجب کرد که در مدت 40 سال تمام نشد. امام فرمود به زراره این کلمه را، بیتی که 2000 سال قبل از آدم طواف شده تو میخواهی مسائلش به 40 سال تمام بشه؟ عظمت بیت اینه، احکام این بیت به تناسب بیت فوق العاده مهمه. و اتم الحج والعمره لله. حج و عمره دو رکنن، ابواب مختلف، اسرار احرام. اون دقائقی که در طوافه، اون رموزی که در سعیه، اون رقائقی که در وقوفینه و اون لطائفی که در
ایام و لیالی تشریق این شغل شماست. نتیجه این شماها کسانی هستید که عهده‌دار اداره مهاجرین الالله و الرسولی. وظیفه سنگین شما سمر. خوب دقت کنید، اولا همه افرادی که در کاروانند و شماها معلم اون جمعید، اینها ایتام آل محمد. شماها هم کفلا این ایتام، به قدری قضیه کفالت یتیم اهمیت داره که خاتم یعنی منتها نقطه سیر وجود، اون کسی که اینجا آرمیده او خاتمه. معنی خاتم اینه، او ختم کرده تمام نتیجه خلقت را و تمام سلسله نبوت را. نظام تکوین و تشریع به اون کسی که اینجا خوابیده ختم شد. چنین کسی فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین، منو کسی که یک یتیم رو کفالت کنه مثل این دو انگشتی از هم جدا نمیشه. این بیان حضرت حدیثیه از سید الشهدا. بالاتر کفالت یتیم کار کسی است که ایتام ما را کفالت کنه. سید الشهدا فرمود یتیمان ما کسانی هستند که از امامشون منقطع شدند. کفالت اینها تعلیم دین به اینها. پس کار شما روشن شد. یکی سرپرست مهاجرین الالله و الرسولید. دوم کفیل ایتام آل محمد. نعمتهایی نصیب اشخاص میشه، منتها نه میشناسن نعمت را، نه شکر اون نعمت رو به جا میاد. این نعمت که نصیب شما شده ارزشش اینه. حالا فکر کنید، روایت خیلی عجیبه، خدا به موسی بن عمران فرمود، مخاطب خدا، مخاطب کلیم خدا، اما خطاب اینه، ف
فرمود ای موسی، اگر یک عابقی را به درگاه ما برگردان یا دالی را از فناء ما به فناء ما هدایت کن، برای تو از عبادت 100 سال بالاتر که تمام این 100 سال صائم باشید، کل سنه را و قائم باشی کل لیل را، 100 سال عبادت مقبول. خوب دقت کنید، شماها اهل فضلید، از 100 سال عبادت، اون هم این عبادت بالاتره. صوم اگر باطل باشه که عبادت نیست، نماز اگر باطل باشه که عبادت نیست، در خود جمله قبولش مندرجه. اولا کجا ما یک روزه مقبول پیدا میکنیم یا یک نماز مقبول؟ 100 سال صوم و صلات مقبول عند الله. یک طرف ای موسی، اگر یک عابق را برگردانی یا یک ضالی را به فناء ما هدایت کنی، افضل از این 100 سال عبادت مقبوله. پرسید اون عابق کیه، این ضال از فنا کیه؟ خدا فرمود اون عابق گناهکار متمردید، اگر او را توبه بدی و برگردانی به درگاه ما، از 100 سال عبادت بالاتره. پرسید اون زال از فنا کیه؟ فرمود اون کسیست که امام زمانش را نشناخته، اگر او را هدایت کنی به امام زمانش و احکام ما را به او تعلیم کنی، از 100 سال نماز و روزه بالاتره. کار شما این، و شما در این کاروان چقدر می توانید افراد را منقلب کنید؟ اولا باید دقت کنید، زمان مؤثره، مکان مؤثره، اینا همه برهانی خطابه نیست. وقتی کسی میاد به مدینه، مکان منقلب میکنه، وقتی میاد به مکه، اون مکانی که مطاف انبیاست و مواقف 124,000 پیغمبره، انقلاب در نفس ایجاد میکنه. وقت این نفوس که زیر دست شمایان، وقتی میآیند در اینجا، مثل زمینیست که نسیم بهاری به او خورده، خواه نخواه مهیات. اگر بعض را بپاشونید، اون بعض به ثمر میرسه. اینه که باید دقت کنید، شب و روز نباید آرام بگیرید، نمیدانید چه بختی نصیب شما شده. از یک سفر برگردید،
یک جاهل را به احکام دین عالم کنی، یک شخصی که معرفت به ولی عهد نداره او را عارف کنی ارزش این عمل چقدره، ارزش این عمل اینه که روز قیامت که میشه بر شهبر ملائکه مبعوث میشه و از قبرش تا منزلش در بهش ملائکه روی اجنهه میبرندش، نه مهنت حساب میکشه، بعد هم میگن توباد خوشا به حال تو، خوشا به حال تو، تو اون کسی هستی که یکی از ایتام آل محمد را از دست برده، کلابی که میخواستند او رو سید کنند حفظ کرد. وظیفه مهم شما سمر در این سفر، اول تعلم احکام حج، فوق العاده دقیقه، مسائل را با دقت با متانت، عجله نکنید، با تأمل دقیق مسئله رو جواب بدید. ممکنه یک مسئله اشتباه بشه، اون شخصی که آمده اون شخص حج به قدری اهمیت داره که نفس صحیح فقهیه که اگر مستطیع شد و به مکه نرفت هنگام موت یمود یهودی یا نصرانی. عظمت حجی که چنینه، بعد اگر فتوایی گفته بشه مسئله ای رسیدگی نشه اون حج باطل بشه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که کل مفتن زامنو، هر کسی که اون مسئله رو میگه زامن، گناه او میاد به گردن این گنده. اهمیت این امر اینه، یکی تعلم احکام حج، خسته هم نشید، اجر رو ببینید. یک زن آمد خدمت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا کیه؟ فاطمه زهرا اون کسیه که منتها درجه عصمت اینه که بشر به جایی برسه که به غضب خدا غضب کنه، به رضای خدا راضی بشه، این دیگه منتها کمال بشریته. فاطمه زهرا کسیه که خدا به غضب او غضب میکنه، به رضای او راضی میشه. او همچه گوهره، ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. 1400 ساله تمام منقدین رجال عامه جمع شدن در سند این حدیث خدشه کنن، نتوانستن. این حدیثی است که قطعی و صدور از شخص خاتم و ما ینطق عن الهوا، همچه گوهری در مباهله خاتم النبیین امیر المؤمنین، اون دو نفر دو زینت عرش خدایان، اما تمام این دعا و مباهله
باید تمام بشه به نساء انا و نساء اکم و این جمع هم منحصر در این فرد بشه. الهیهان این همون گوهریست که دل شب به خاک سپرده شد و آدم آدم را برای ابد داغدار کرد. الهیهان زنی آمد مسئله سوال کرد، حضرت جواب داد. این زن عامی نفهمید، دوباره برگشت، حضرت باز جواب داد 10 مرتبه این مسئله رو برای این زن فرمود. بعد زن عذرخواهی کرد که من شما رو زحمت دادم، این کلمه ای که اون روز فرمود برای شماست، واقعا بهت‌آوره. فرمود من از تو باید تشکر کنم، تو از من معذرت میخواهی؟ اگر باری به دوش کسی بگذارد بگن این بار رو ببر از این سطح به اون فوق، این خانه رو پر از جواهر کنن، به اون بدهند خستگی احساس میکنه؟ گفت نه. فرمود هر بار تو مسئله رو سوال کردی من جواب دادم، از زمین تا به آسمان برای من گوهر ساختن. اجر شما اینه. اینه که دقت کنید مسائل را با تحقیق بیان کنید. رکن دوم که مهمه، باید شما بر شبهاتی که مخالفین القا می کنند سکتره داشته باشید. تمام شبهات اونها را باید فرد فرد حلاجی کرده باشید، مسلط باشید، وقت نتیجه شیه این قضیه اجرش چقدره؟ اجرش این. اون کار اول شما بود، عظمتش، این هم ثمرش. این هم کار دوم شماست، عظمتش چقدره، ثمرش چقدره. اولا شبهه‌ای که القا میشه خوب دقت کنید، آدم سالم وقتی میکروب وارد شد، اگر دستگاه دافعه بدن قوی باشه دفع میکنه، اگر ضعیف باشه چی میشه؟ خواه نخواه اون میکروب مسلط میشه، کم کم مثل خوره همه را میخوره. شبه در ارواح و نفوس مثل میکروب در ابدان. این نفوس پاکی که از ایران میاد، این افراد با این دلهای پاک از همه شبهات کدورات، اگر اینجا مفسدی شبهی در نفسی القا کنه، اون نفس در اثر ضعف متأثر بشه، مسئولیت این خانمون سود. به خدا باید پناه برد اگر در این زمین کوتاهی بشه. شبهات اینجور اینه که باید شما دوره سال مسلط باشید بر شبهاتی که القا میشه و دفاع از این شبهات. اجر عمل شما چقدره؟
اجر عمل این قدره. خوب با دقت کنی این روایت را. فرمود روز قیامت که میشه عالم 70 درجه بر عابد مقدمه، فاصله مقام اون عابد با مقام اون عالم 70 درجه است. بین هر درجه ای تا درجه ای باز 70 سال سیر یک اسب سواری است که بتازه. اینقدر فاصله بین دو مقام. وقت معلله اونی که امام فرموده علتش هم ذکر کرده. اون عابد عمری عبادت کرده، اونم نه عبادت باطل، عبادت مقبول به درگاه خدا، باد اجر اون عالم اینه و درجه او حدش اینه. بعد علت چیه؟ علتی که امام ذکر میکنه اینه. فرمود علتش اینه که اون عابد به خودش پرداخته، ولی این عالم یک شبهه از دل یک گرفتار مشتبهی دفع کرده. یک شبهه اگر دفع بشه، یک شخص را اگر شما از مرض سیانت کنید، اجرش اینه. در هر حال قدر این نعمت رو بدانید، مسئولیت این قدره، اجر هم این قدره. به این افراد بفهمانید که کجا آمدن، اینجا چه خبر. من نمیتونم بگم چه خبره، یک کلمه میگم و اون کلمه این، اون مکه‌ای که اون قوغاز، اون مقامه، اون کعبه‌ای که دارای این موقعیت، شماها فکر کنید. بعد نه یک روز، یک سال هم اگر فکر کنید بکنه مطلب، هنوز ما نمی رسیم. مهم اینه که اون مکه با اون مقام، با اون کعبه، با اون ابراهیم، خدا می فرماید به صاحب این قبر لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، من به این مکه قسم میخورم. علت این که به این مکه قسم میخورم برای این که تو در اینجا جا گرفته ای. این متن قرآنه. این کیه؟ صاحب این قبر کیه؟ علم نشرح لکت صدرک؟ بخوانید قرآن را، ببینید. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اون خدای عظیم به عظمت این رو یاد میکنه. بعد آخرش میفرماید و رفعنا لک ذکرک، ما ذکر تو را بالا برد. به کجا بالا برد؟
اسم رو ببین به کجا رسونده، مسما رو بفهم به کجا رسیده. و رفعنا لک ذکرک، اسم او رو به قدری بالا برد که هم ترازوی اسم خودش کرد. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. در هر نمازی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمد عبده و رسوله. اسم شد همزانوی اسم خدا. باید فهمید مسما با مسما چه نسبتی داره. جف القلب. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.